در درون همه ما دیکتاتوری وجود دارد که به شدت از آگاه تر شدن ما می ترسد. زیرا آگاه تر شدن مساویست با تسلط ما بر دنیای درون روانی منسجم و دیگر دیکتاتور قادر به یک تازی نخواهد بود. از زمانی که به دنیا می آییم در حال کسب آگاهی از محیط هستیم. این آگاهی نتیجه رفتارهایی است که دیگران با ما دارند و محصول تصویری است که دیگران از دنیا و از دریچه دید خود به ما نشان می دهند. زمانی که کودک هستیم دنیا را در همان دایره کوچکی که زندگی می کنیم می بینیم و با همان آدم های محدود کشف می کنیم و از همان جاست که برداشت های شخصی من شروع می شود. در واقع آدم های اطراف ما الگوهایی را در ذهن ما ثبت می کند. شخصی که در کودکی پدرش او را کتک زده و تحقیرش کرده است، احتمال دارد در بزرگسالی وارد رابطه هایی شود که تنبیه شود و یا تحقیرش کند. احتمال دارد شوهری داشته باشد که کتکش بزند و بیشتر احتمال دارد با زنی سلطه‌گر و کنترلگر وارد رابطه شود. الگوی دوست داشتن همراه با تنبیه. همین اطلاعات دنیای درونی ما را می‌سازند. دیدن رفتارهای اطرافیان و نتیجه گیری ناهوشیار ما از آنها و تکرار و انجام آنها به صورت ناهوشیار. به مرور زمان آن دیکتاتور درونی نسبت به تغییر این برداشت‌ها و مفاهیم شخصی مقاومتر می‌شود و شروع به مقابله می‌کند. در واقع تمام تلاشش را می‌کند تا الگوهای قدیمیش را عوض نکند. با کمی تفکر در مورد رفتارهای تکراری و نتیجه‌گیری‌های تکراری خودمان نسبت به آدم‌ها می‌توانیم این الگوها را ببینیم. مثلا شخصی که همیشه فکر می‌کند دیگران به شدت به او و موقعیت او حسادت می‌کنند، یا فردی که همیشه در انتهای رابطه‌هایش یک نتیجه‌گیری تکراری دارد. آدم‌ها همیشه منتظر هستند تا به من ضربه بزنند. این فرد هم از من سوء استفاده کرد. دیکتاتور درونی هیچگاه نمی‌خواهد ما به اشتباه‌های خودمان پی ببریم، چون در این صورت مجبور است بخشی از الگوهایش را تغییر دهد و این سخت و دردناک است، چون برای تغییر باید به گذشته‌ای سفر کرد که این الگوها آنجا تشکیل شدند. پس همیشه دنبال مقصر بیرونی می‌گردد. مثلا باید به خاطره‌های پدری برگشت که هیچگاه از ما راضی نبوده و تنبیهمان می‌کرده و حالا تبدیل به فردی شده ایم که هیچگاه از خودش و هدف‌هایش راضی نیست. به همین علت در ذهن ما افکار و نتیجه گیری های ما درست به نظر می رسند و بسیار سخت می توانیم انتقاد و یا تغییری را بپذیریم. برای درک کردن دنیا و آدم ها این دیکتاتور همیشه حق به جانب را جدی نگیرید. باید دوباره وارد بازی کشف دنیا و آگاهی شد. درست شبیه کودکی من. با این تفاوت که این بار دیگران به ما دنیا را نشان نمی دهند، بلکه خودمان آنقدر بزرگ شده ایم که دنیا را با چشم‌ها و احساس‌های خودمان کشف کنیم. مقصر پیدا کردن کار ساده است، اما دردی از ما دوا نمی‌کند.